شنان دیده میشه در ساز در مجموعه سازمان ملل متحد نام افغانستان ایبار زیاد گرفته نشد از سال 2001 تا سال 2014 نام افغانستان بارها بارها ذکر میشد و دقیقا تصامیم بزرگ هم و نشست های اقتصادی هم در مورد وضعیت افغانستان هم اتخاذ میشد اما شاید ساعت ده بجه امشب رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی از حکومت افغانستان و به نمایندگی مردم افغانستان صحبت میکنه و بحث در مورد قضایای بزرگ افغانستان هم مورد بحث و اجندای آقای دکتر عبدالله عبدالله است در این میز مهمانان ما آقای امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان و آقای نجیب الله آزاد آگاه سیاسی در مورد این نشست و خاص و تقاضای رئیس اجرایه که تا چی اندازه را به گوش جهانیان خواهد رسید بس خواهیم داشت بسیار خوش آمدین بسیار خوش آمدین تا تاسم دیر از شما آغاز میکنیم قرار است رئیس اجرایه امشب ساعت ده بجه در مورد وضعیت کلی افغانستان در مورد بحث صلح و جنگ افغانستان و در مورد قضای بزرگ افغانستان صحبت بکنه میشه اجانده کلی چی است و چی میخواین از این نشست؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام درود خدمت شما مهمانان در میز و ملت بزرگ افغانستان شب همه و خیر <coughs> چنانچه میدانید رئیس جای جمهور اسلام افغانستان در از یک حیات آزم نویارک شد و قرار است در افتاد سیومین اجلاس مجموعی و سازمان ملل متحد به نمایندگی دولت ملت افغانستان سخندانی کنه حضور در این در شرایطی که ما قرار داریم طبیعی است که در همیت فوق قلاده برخوردار است شما میدانید که ما در به نمایندگی جهان با گروه های تروریستی و دهشت در در نبرد مبارزه است و یک کنیم ده هم بیشتر میشه که امکاران به ایملالی ما به گونه بسیار جدی و سی در رسه های مختلف دولت ملت افغانستان را حمایت کرده و هنوز هم ضرورت است که ما کماکان مشکلات خود را به گوش دنیا برسانیم و متوجه بسازیم سازمان ملل متحد و کشورهای قدرتمند و اعضای سازمان ملل متحد را که در افغانستان هنوز هم بحث گروه های تروریستی یک مشکل جدی است بحث پروسه یک مشکل جدی است و ما نیاز به همکاری و حمایت داریم امشب قرار است رئیس اجرایی به نمایندگی دولت ملت افغانستان سخندانی کنند در این سخندانی از کشورهای تروریست پرور بدون پرده یاداور خ... یاداوری خود شد و شما می دانید ما هم به این باور داریم که حمایت از گروه های تروریستی منجر به تداوم جنگ و خونریزی و مشکلات در افغانستان شد. ما باور ما است که باید حامیان گروه های تروریستی پس از این مورد توجه ما باشد. ما مبارزه کنیم، تلاش کنیم، سازمان های و, و قدرت های جهانی را متوجه بسازیم که حمایت اونا را متقاعد بسازد تا حمایتشان از گروه های افغان و تروریستی قطع کنند. یک از بحث‌ها در صحبت‌های رئیس اجرایی خواهد بود بحث دوم هم بحث پروسه صلح است اما حسن نیت ما برای رسیدن به صلح و ثبات از راه مذاکره و گفتگو پیشنهاد را که حکومت و افغانستان چند قبل را کرد ما با این اطاف فوق العاده پیشنهاد را مطرح کردیم به مخالفین مسلح حکومت گفتیم که اونا به مطالباتشان را از راه مذاکره و گفتگو مطرح کنه و ما از راه سیاسی به نتیجه برسیم یک بخش از صحبت ها پیرامون پروسه صلح افغانستان متمرکز خود بود و بحث دیگه هم که در آستانه انتخابات قرار داریم طبیعیست که یک مسئله بسیار بسیار مهم برای دولت ملت افغانستان برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری است که ما در این حوزه پیشرفت‌های خود داشتیم برغم از که بدون شک مشکلات وجود داره مطور که در عرصه های مختلف مشکل وجود داره در پروسه انتخابات ممکن است کوتای ها و فراز و فرودهای های وجود داشته باشه اما یکی از میکارزم هایی که میتونه شفافیت انتخابات تضمین کنه بس بایومتریک است که شب گذشته رئیس کمیسیون انتخابات هم یک نشست داشتن یک بحث داشتن به تلو نیوز به سراحت اشاره کردن که اونا آماده هست رهبری حکومت هم اعلان کردن که در انتخابات 28 میزان از سیستم بایومتریک استفاده خود شد و گذشته از او زمینه برای نظارت وسیع و گسترده در سراسر سر افغانستان وجود داره مهم. کاندیدای محترم، محضاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها، نخاط های ناظر بر عملکرد انتخابات اینا میتونه که قبل از قبل هماهنگی کنه ناظرینشان رو بفرسته تا که همین دو روش کمک ای... کنه ما که انتخابات تا جایی که امکان داره شفاف و عادلانه برگزار شه آقای یک طرف از شریک جنگ و صلح شما آمریکاست آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچگاه نام از افغانستان نبرد حتی در سخنرانی دیروز خود و در سخنرانی امروز خود به این معنا که اه اه ما نیمه فراموش شده هستیم از ذهن جهانیان در مسئله جنگ و صلح افغانستان و امکار شما آقای رحمی در رسانه های جهانی گفته که آقای رئیس جرایه در مسئله عدم همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم شکایت خواهد کرد و یا هم سخنرانی خواهد کرد فکر نمیکنین که در استراتژی ترام هم از عدم همکاری پاکستان صحبت شده و بارها بارها استجهای های بزرگ به امرالی در این مورد انتقاد کردن نتیجه چی است؟ ببینین اول ما باید دنیا به یک نتیجه برسه بلحاظ تیوریک مطمئن شود متقاعد شوه که در ورای مرزهای افغانستان کشورهایی وجود داره که اینا از تروریزم به عنوان ابزار استفاده میکنه بسترهای فکری و تسلیحاتی و مالی را فرارای گروه های تروریستی فراهم کرده و یه علتی اصلی هست که کماکان جنگ بر افغانستان ادامه پیدا میکنه گروه های حامیان گروه های تروریستی تبدیل شده به یک ماشین تولید گروه های تروریستی وکیل صاحب تشریف داره جناب آزاد صاحب اینا هم حتما در جریان هستن که تلفات دشمنای مردم افغانستان همیشه شبانه روز بسیار بسیار افزایش پیدا کرده چند برابر تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی ماست اما به هر میزانی که اینا در جا جای افغانستان نابود میشن دوباره بستر وجود داره با تولید تروریسم صورت میگیره و کماکان جنگ فرسایشی در افغانستان ادامه پیدا کرده یک نکته بسیار بسیار مهم و اساسی است و بحث یک آقای ترامپ اشاره نکرد من فکر می کنم حالا رویاروی ایالات متحده امریکا با همسایه ما جمهوری اسلامی ایران شاید یک مقدار بس بحثی بس بس چی کرده تحت تاثیر از او قرار بگیره اما به این معنا نیست که افغانستان اولویت نیست چون ما عملا مستفید میشیم از همکاری ایالات متحده امریکا در افغانستان از همکاری سایر قدرت های جهانی که پس سالها به طرف در کنار ما هستند ما عملا از همکاریشان مستفید میشیم و به هیچ وجه به منان معنا نیست که ما از محراق توجه جهان در واقع کنار زده شدیم تشکر آقای ناصری باور شما چی از در مورد نشست و سخنرانی پریس اجرایه در مجموعه سازمان ملل که آن توجهی که ما در جهانیان در مورد افغانستان در سالهای 2010 و 2014 داشتن او توجه نیست در حالی که وضعیت منطقه از سال 2010 تا تا 2017 بسیار فرق کرده گروه های دایش فعال شده اکثرت ولایات ناامن است و مشکلات هم پیشرو است شما چی میگید بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب جناب آقای آزاد و همکاران محترم تکنیکی و تمام بینندگان محترم ممی شبکه خوب، دکتر صاحب عبدالله با عنوان رئیس محترم اجرایی حکومت وحدت ملی مسلمه که مکلفیت های خود در امون چارچوبی که مسالح اولیه های کشور اجاب میکنه و بیانی خود تنظیم خواهد کرد و به مسائلی میپردازه و به عنوان نمایندگی نمائندگی است طرف مردم افغانستان حکومت فعلی افغانستان در سازمان ملل متحد در این شش شرکت کرده و اه اه او کپایی که داشته باشه قطعا نسبت به اوضاع جاری و همینطوری که چه مسائلی در افغانستان وجود داره و از کجا تحت فشار از افغانستان و اینا رو میپردازه می خواهیم <coughs> یادواری بکنیم که یکی از شاخص که بسیار تعجب آورد جدا همونطوری که اشاره هم شد میسم صاحب هم گفتن و با واقعا شما موسکی فرزن ایالات متحده ای آمریکا امریکا بخش است که به اصلاح آ آ آ مسارف جنگ جاری در افغانستان یا نبرد جاری در افغانستان یا دفاع از افغانستان پرداخت میکنه با یک سری تعهدات الزامات خود بر خود هموار ساخته تا یک سوال بسیار کلان و بزرگی مطرح میشه درست و اونجا بسی ایران جدیدترین ترین برای آمریکا و رقیبی است خودم آمریکا ایران می در مجموعی خاوری میانه و کشورهایی که در دور کشور به اصطلاح خاوری میانه هستند و بحثی بحرانی که در خاوری میانه شکل گرفته برای آمریکا بسیار دارای یک اولویت قوی خواهد بود و به همین خاطر که به قضیه پرداخته و دلیلش مشخص است که اومد کایا وقان باندې تره په کونکي د جګړې خاور میانه ته اونز شکست خورل هم در مسایل عراق شکست خورل در سوریه شکست خورزګین شاهو دوم نداري کې به اسره ادم وګړي کې شکست شي شي رقم اسن مياو سر قزي افغانستان چروا فوکس نکرده اوغای احترام چن تا اېتمال وجود دره از جمله دې موضوعه س وی عبارت عزیز کې یالات متحده ای آمریکا و در مجموع جامعه جهانی که همکاری کردن با افغانستان چند تا هدف و تارگت مشخص کردند حکومت داری خوب این یکی از اهداف بود چون ما کشور پس از جنگ هستیم گرچه پس از جنگ هم بلفیل سیست که متاسفانه با این وضعیتی آشفته که به میان آمده ما کشور در حال جنگ هستیم پس رفته رفته, رفته این رقم نشد که به اسلام ما بیاییم بگیم که ما کشوری هستیم که کشور پس از جنگ هستیم چرا به علت کشور پس از جنگ کشوری که تمام بحران های قبلی از دیگر مهار میشه بعد به اصطلاح نیروهای که با هم درگیر دیگر درگیر هستند میاین میخواد به خاطر استراکچر و ساختار سیاسی و به اصطلاح زیر بنای حکومت به امیتوری ملت و دولت و با هم دیگر همکاری میکنه در ظرف یک مدت زمانی کمک های جهانی را دریافت میکنه تا پرن بزن خب آیا حکومت داری خوب در افغانستان تحقق پیدا کرده هرگز تارگت دوم مبارزه با فساد اداری کسی میتونه ادعا بکنه که فساد یه اداره فرزند نیست زیری بی فساد نسبت به دو دوره حکومت جناب آقای کرزی کمتر شده؟ نشده خب مسئله سوم او یه عزیز که باز موضوع مبارزه با مواد مخدر است مواد مخدر در افغانستان چقدر زیری بیش پایین آمده در صورتی که بالا رفته اینا مسائل است که امریکایا دقیقاً یعنی از قراین و شواهد امروز رقم استفاده میشه که آمریکای از وضعیت کنونی و وضعیت جاری که در افغانستان جریان داره دقیقا از حکومت زمانداران افغانستان ناراحت خب در استراتژی آقای ترام ذکر شده بود آقای ناصری که ما با حکومت داری افغانستان کدام دخل و غرض نداریم باید حکومت افغانستان در مسئله حکومت داری خود خودشان تصمیم بگیرن فکر میکنین خواستای ما در سازمان ملل متحد یک خواستای میانتهی است تاثیر گذار نیست به چی معنا معناش است که یک طرف شریک جنگ ما به با باور شما او اعتماد لازمه بالای این حکومت فعلی نداره و فکر نمیکنین که انوز هم وقتی که بستی میره به نام حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک بستی متناقض و بستیه که هنوز هم مشکلات در درون می حکومت وجود داره چطور باور شوه مثلا تعهدات و تعمیداتی که در روز صورت بگیره آیا طرف که رئیس جمهوری رو میپذیرن یا نمیپذیرن خب من میخواستم یک کمی توضیح بدیم در زمینه که بازم جناب علی خوب اشاره کردیم اینا موضوعاتی است که واقعیت های موجود در افغانستان به همه کس معلوم هم با امریکا هم با خود مردم افغانستان و ملت افغانستان و همینطوری به اصطلاح مسئولین محترم حکومتی که در رأس حکومت قرار داره و بالفعل کشور را اداره میکنه و از اینکه بگذریم باید ما فراموش نکنیم بارها و بارها گفته شده که یک تناقض آشکار بین سیاست عملی و اعلامی آمریکایا وجود دارد. به چی معنا؟ به این معنا. عنوان مثال هنوز شاید نزدیک یک سال میشه که حکومت به نام حکومت آقای ترام در دست آقای ترام در ایالات متحده ای آمریکا زمامی اداره مملکت آمریکا رو به دست گرفته تانوز سه تا تغییرات عمده رو ما شما میفهمیم میفهمیم که به اینا نسبت به استراتژی خود در آسیای کشورهای م... آسیایی بیان میکنه و دلیلی این قضیه چیست موضوعی که وجود داره و عبارت از این است که آمریکا دیگر او چیزی که فکر میکردن که میتونه از افغانستان استفاده بکنه با کمال تاسف اینا گیر کرده موضوع دیگر مشکل داخلی است مشکل داخلی افغانستان یه چیزی نیست که پنهان شوه این قابل پنهان نیست ما صد تا هم که بخوریم هزار تا قرآن مگر سوگن بخوریم کسی دیگه باور کرده نمیتونه با این پرادکت هایی که وجود داره و وجود داشته شما میبینید به عنوان مثال در تمام نشسته های درونی که صورت گرفته چی به مناسبت هفته شهید چی به مناسبت فردن سالگرد شهادت استاد ربانی شما دیدین که سیاست مداران افغانستان چی نبود که نگفتن چی میگن خب واقعیت موجود افغانستان همینه وقتی که وقتی که یک بخش حکومت میای از بخش دیگری حکومت شکایت میکنه متوجه شدین و وقتی که شکایت داره یکی میخواد مسئولیت به دیگری بیاندازه و دیگری میخواد مسئولیت به دوش دیگری بخش دیگری حکومتین حکومتی حکومت حکومت ترکیب و ساختار سیاسی حکومت وحدت ملی دیر وقت باز وقتی که ما متعید نباشیم دنیا سر حرف‌های ما میات اعتبار بکنه با وضعیت ما میتونیم ذهنیت عمومی دنیا را تمام اعضای سازمان ملل متحد کی چی خودی خود آمریکا ها را, می، را میتونیم ما <تصفح> شما تقریبا شما باور است که امریکا در افغانستان زمینگیر گیر شده یا هم طاقت فرساز برش دوامش در امریکا و در افغانستان فکر نمیکنید که نه چونی نیست فضای مون گپ هم میگه سیاست هایی است که خوب تدبیق میشه خوب پلان شده حرکت میکنه ای ما ماستیم که ما نمیتونیم پلان ها را خوب مثلا کار پرتیم چه رقم؟ مثلا خوب پیش رفته و در پلان خود آمریکا خوب بوده نتیجه شم نتیجه شم شما میدانین ما و شما یک توافق نامه دارین توافق نامه به اصطلاح سیاسی و امنیتی با یالات متحده امریکا و انجام به علت همین انکشافات جدیدی که بسیار کشنده بسیار کشنده که ما آمارش هم ندارم ولی عموما همه میدیای افغانستان و همه مردم افغانستان در جریان با ازارات صحبت هایی که فرزن وزیر محترم دفاع در مجلس سنا در شورای ملی انجام داد درسته؟ پس با, این وضعیت با این وضعیت معلوم میشه که پشتبانی امریکایا از اردو ملی به او شکل مناسبه که اینا قول داده بودن تا صورت نگرفته بله خو اینا گفتن فرضاً ما هواپیماهای جنگی میدیم به افغانستان چند تا هواپیمای جنگی داده اسلحه هایی که فرضاً اونجا تعهد کرده در متن پیمان نامه است ما بیایم این لازمه که ما از اردو افغانستان دفاع بکنم به خاطر که افغانستان ای بچه‌ای که جنگ میکنه بچه افغانستانه اینا ای که خون میده افغانستان است اهل افغان اف افغانستان است اگر پشتون و تاجیک و ازبک هر کسی هستند این قلم رو از حیثیت ناموس ما دفاع میکنه ما نباید در حق از اینا جفا بکنیم اینا با فقط با دو 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 دیواری از گوشت و با خون خود با خون مقدس خود همه این فرزندان بله. جلوی حجمات گرفته اما فراموش نکنیم اسلحه هایی که فعلا هم در اردوی ملی است آیا اردوی ملی شما رو مجهز کرد آمریکا یا بله ما, ما که دو رهبر یعنی نمیفهمند و گپایی که شما خوب درک کردین و خوب میتونین او را تفصیل بکنین رئیس اجرایی نمیفهمه رئیس جمهور نمیفهمه و یا هم بزرگا در وطن نمیفهمن که ما با چنین مشکل داری روبرو هستیم و پیمان استراتژیک پیمان ناقص است بر ما من میخواهم می این از آقای آزاد بپرسم خاقل آزاد صاحب اول خو اجرای رئیس وند دا پا دی عمومی ناست که پندق موضوعات و بانی غیگی چه خاقل مای صاحب رو باندی بحث کرد برای چی؟ امریکایان مون ډیر شریک نه بولي په جنگ جګړه په سول وار او پیس کې مونږ ډیر دسي د امریکایانو شریک نیو حال دا چې پاکستانیان په نړیواله سټیج کې د امریکایانو خ سیاله او حریف ده او خو کولای شي لابيو کی بل د لابې هم مسله ده چې مونږ په ملګروم لتون کې اغه لابیا نه لرو چې د افغانستان د وضعیت په اړه خو لابيو کی او ډېرې کسانه ټولکی سلامونه درنښت تاسو چې دابنا سري صاحب جناب مایسم ستا او دا صاحب ټول لیدونکو ته لمړی به زه د شغل اجاره اجاره رئیس د ګډون په حق لپاره د مجمع کې لاند نظر ورکم زماته وقوداده چې د افغانستان اجاره رئیس د په دغه ناس کې د افغانستان هغ دولت ساسوب کې چې ټول نړیالته یو ډوله ولزنه متاسره شي په سمانه د ملکونو ملاتونو د داخله نه کانفرنس وس دابا څومره عملسي دابا بیل بحث یا بنسی هداقل تاسو کولای شئ چې د خپل هوا د د سټیج څخه نړیوال خبر ک موضوعات اوغه موضوعات باید بس پس ندی هغه کنوینسنونه د ملکونو ملاتونو کنوینسنونه چې پاکستان غریټوب دی مثلا کنوینسن د يو ان دي چي ار همدارنګه کرایمز اگینست هیومنټی د بشریت پر وړاندې جنایت همدارنګه د سولې په وړاندې جنایت همدارنګه وار اف اګرییشن یا یا يرغل تجاوز کول د نورو په پو پلو باندې آي سي ال دا کنونشن دی چې پاکستان غړی توپ لري او پاکستان مکلف دی چې دغه کنونشن لمخه دغه جرایم چې دغه جنایتونو چې د تر سره کوي دا باید ونی کی او دا باید په اسنادو باندې وسې موږ پتهر کې هم څو څو واره د رسنوي سره د حکومت د خواشریک څول چې افغانستان د پاکستان په وړاندې مسایل د ملګري ملتونو د امنیت شورا ته سپارلې دي تغه ډیره تازه پیښه ده غزنی پیښه ده ډیر وخت نه دی وتلای چې د افغانستان حکومت بل خصوص هغې ادارې چې مکلف مسولیت لري د دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست همدارنګه کورونوي چارو وزارت د پړي روازي دول ولل چې پاکستان په دې کې شکل و یو څلور فکر کوم چې نشه پاجو کڅوکه څنګه پاکستان ورجل څلور مړی پاکستان ته واسول دபை داسناد په اساس باندې شغل اجرایه ریاست پدغه ناسته کینن د خلګو سره شیدیک دا چې ملګری ملتونه یا هغه هغه یوادونه چې ملګری ملتونو ریتوب لري اورستبه د د افغانستان سره څومره راستو کولای شي یا پاکستان سره فشاروارې کې د بیل باسته اما پاکستان باید په دغه سستر ناشته کې افشاشي او دغه کمینسنو له مخې چې ما یې یادونه وکړه په دار کمینسن غړیتو پاکستان لري دا یو برخه بل برخه تاسو د دامبليکاو د افغانستان اړيکه بیا د امریکا او د پاکستان اړيکو اشاره وکړه امریکا په وړوله هېوادو کې فزیکی یا غیر فزیکی موجودیت لري دلته شتون لري یو هغه یې وادونه دي چې مخې لیدې چې دای دې غسره تعهدات ولري د اغه فزیکی یا غیر فزیکی موجودیت ولري اغه لمخ کې یو جوړ هواد یو جوړ دولت یوه حق سیوادونه دي لکه د افغانستان چې د امریکا دره تکسره سم دولت جوړیږي د دولت د خپل جوړي د دولت په کل کې د ټول دولت یعنی د درې سرقوا او اول سرقو مخنق واه هم د بونډ کانفرنس او, 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 او بون روسي افغانستان لړمحال سیستم چې د افغانستان لپاره جوړ شو دا د امریکا دره تکسره سم د خپل جوړي نو امریکا بیا د چاسر د ډیل کړي د چاسر ماملاو کې یو څوک د خپل راوستلې یو سیستم چې د خپل جوړ کړي مثلا د مثال په ډول د پاکستان سره بیا په پاکستاني ادارهونکو کله چې د طالبانو په نظام باندې امریکا بریټ کوي طریقه وړاندې د بش اداره او د مشرف اداره هغه تعهدات سره لاسلیک کړي جکاب آباد او سپارل کیږي شمسیر تصپارل کیږي زمینی لارې ورکول کیږي نورم نسو سره کیږي د یو تړون مخېځه کاله یو جوړ سیستم دی په دې سیمه کې په جنوبي اسیا کې پاکستان د متحده ایالاتونو لومړنۍ اتلافي هوا ته پر سړا جګړه کې همدا پاکستان و چې د, 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 د امریکا په وجه تو پکښ شو یا دروستان سره وجنګېد او افغانان ابزار و د دې لپاره نو ښکاره خبره ده چې د تل مشترکاتو یو ود ډیل دی اغه یو جوړ هوا دی یو جوړ سیستم دی او هغه کولای شي چې د سیستم په توګه د پاکستان د امریکا سره د بلوچستان سره خبرې کوي دا یو برخه او بخښې جناب په استاسو د پکښاره کړی ز د اجرای رئیس خغل فريدون سکندر سره یو ز د پاکستان ته تللی او التزمون یو کانفلوای کانفرنس او هم دغه پښتنه وشول شي تاسو په غزنی کې یو څلو اتیا کسه مونږ غوښلي او د ټول پاکستانياندی د پاکستان دمر خپل نازوک او اغزناک سیاست د چی امریکا او ټلګرام کړي خپل سیاست او د سه خلا به پ نړی کی اوی دا ځواب وچه نه مونږ درې درې ملون مهاجر لرو د هغه مهاجرین دي چې ممكن وسیږي او لغدغه زاینزی مون غارچ اوس پسیمه کې اغزان واچو تاسو نه منه مون نړې والد دته چمدو کړی چې راځي چنده اغزان سیمنه دغه ماجر چي افغانان دي غزنی تلارد نشي تاسو فکر ده به نو دغه موضوع ته ګورې په دې کې شک نشته چې د پاکستان لابي تر افغانستان ډیره قوی ده پاکستان هغه واده چې هم د امریکانو ډیر روزلې یو د بل په عادتوم ډیر سره خبر دي دغه مخ کې چې د رئیس ابي جراي خبره ته ما اشتراک کړ چې د باید خبري وکي ا دغه دغه ماده یاد کی کنا دای وځ په رئیس ابي جراي پرم اڑندلې مخې لیدې چې د هواط مشورتا به د ناشټولار چې طریقې مخ کې دغه هواط سفیر باید ډیر کار کړي ډیر لابي کړي دا اوس په سائیکل پورې اڑللې سائیکل ساي پورې چې په افغانستان لپاره څومره لابي کړي ولې د افغانستان په تر اوسه نه د خپل سوید د متحده ایالاتو نه د جمهور رئیس لخوا بل د پاکستان د بې په حقلا په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه مشترکات چې د دې متحدایالاتونو سره دی کدی د اغزن تر خبره کوي د اغزن تر نه منل بیا دا بیا بیل مساله‌ ده دا به د یورم د کرښه مساله‌ ده دا د افغان دولت, دولت افغان ملت هیڅ کله ځکه نه منې چې دا مساله‌ بیل مساله‌ ده او تر هغه پر یغ سیم یو چدی اغزن تر وغه ځي په هغه باندې نه ویل کېږي اما په دې کې شک نشته چې دا لای بي ډېر قوي ده ودلته مشترکات بل برته هم دا دی کله چې د سپسړه جنګه هغه کسان چې د افغان دغه وخت د افغان دولت په وړاندې د د روسانو سرووجنګیدل د افغان دولت سرووجنګیدل او روس ته خپل ملت کې سرووجنګیدل دا همغه سایکلون پروجکټ پرو پرو جا و هغه همغه سایکل پروجا و چې په بنسابه کې امریکا فایل کړه ده پاکستان نه پمراسته باندې دا همغه پروژه و چې په درې کلو کې د پاکستان د شپږ ویش زره د استخبارات د شپږ ویش تر تشکیلات او څخ په درې کلو کې د بللک او ډیر زره تورشېدل دا همغه پېښې او دا همغه پروژه و هم همغه ګوره و چې د روس طالبان زنه جورس ول روسي الकायदा کش وزير ول سو همدارنګه وس آی اس راغیالته دا ټول مشترکات دي بل تر دې واغه وا د پاکستان او د افغانستان تر ټولو لوی مسله دغه چې دل ته نظام کې یو څه هغه ترهګر دي چې دل ته جنگیږي د افغان دولت او افغان ملت په وړاندې یو په نظام کې دنه نه درې سره قوا و کی دا چې ډیر پاکستانی خواخوږيستا دا چې ډیر کسان چې هغه مستقیم او غیر مستقیم د ول د پاکستان تر تاسو لاندې او د یو د لپاره کار کوي او دا د افغانستان دغه دا دولت چې ولسکلن دولت دی یو ډیر لویه برخه له همدی خلکو څخه دا د دې سبب سویدل کېږي چې دا خبره دا پدې باندې هم بس کوي چې پدې نهسته کې باید دروسی چې طالبان راسن طالبان سره خپل استیجنه غيغي چین ایران چې همداغه طالبان ته وڅلی ورکې پامداغه اوس بس نکې او دا د زنه پیغم چې د اجرایی رییس په اجنډا کې دغه موضوع شته او کڼشته بینی د هغې عزیز یو وقفه کټا درین بعض وقفه به بس برمیږي بسیار خوش آمدین آقای میسم آیا آقای رئیس اجرایه در اجندای خود در مورد کل منطقه بحث داد در سخنرانی خواهد کرد در مورد موضوعی که طالبا از استیج افغانستان با روسیه از استیج افغانستان با طالبا گفتگو میکنن و یک نقش کمرنگ افغانستان به نمایش میگذارن ایران سلام میته برای, برای برای طالبا و طالبا را حمایت میکنه و مثال از هم مسائل مهمترین نکته ای است که ما متحدید جدی که از ناحیه گروه های توریستی متوجه کشورهای منطقه و جهان است باید با هم سر از تاکید شود چون گروه های توریستی امروز یک تهدیدی کلان و تهدید فراگیر برای تمامی کشورها است اما در قبال کشورهایی که از تروریسم منا استفاده میکنه پناهگاه هم هم در اختیارشان قرار داده بسترهای با تولید یا رفرا فراهم کرده تبیز کرده مقماس چاشن پوشی صورت نمیگیره قرار است که از پاکستان به عنوان کشوری که متاسفانه اسناد فراوانی در اختیار استخبارات افغانستان است ما بارها اسناد روان کردیم شواهد روان کردیم گفتگوهای متعدد را ما در پاکستان و اف... کابل و بالاخره ب... کشورهای منطقه شاهد بودیم اما آنچه که پاکستان در ظاهر تعهد پرده در عمل ما شاهد کدام عمل و اقدام نبودیم ضرورت است که این حمایت های و این عقبه هایی که وجود داره ایناب شناسایی شوه اینا مورد فشار قرار بگیره مورد تحریم قرار بگیره تا حمایت متوقف شوه نتیجه توقف حمایت مورد... کاهش جنگ در افغانستان و بالاخره ب... تامین صلح و در افغانستان است خب چقدر قدر عملی خواد بود تعهدات بارها صورت گرفته ولی این تعهدات شکننده و و و, و بی تأثیر است باور میکنین که این نشست بالای وضعیت افغانستان تاثیر خواهد داشته در ببینین شما میدانید که برای نخستین بار است که ما شاهد تلاش های به پیشینه ایالات متحده امریکا برای موفقیت پروسه صلح هستیم این میتونه یک نکته قابل توجه و تعمل باشه ایالات متحده امریکا کمک هایی که داشتن به خامیان گروه های او را قطع کرد اینا یک آقای زلمه خلیلزاد را که مثالتا هم از افغانستان است یک شناخت خوب از افغانستان منطقه داره به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا در وزارت خارجه خارجیشان در امور افغانستان گماشته شد ما امیدوار هستیم این اقدامات و تلاش هایی که صورت میگیره و این ما کمک کنه برای رسیدن به صلح و ثبات و باور ما است که زمان ما میتونیم نتیجه تلاش ها و تلاش ها را حس کنیم که صلح در افغانستان حاکم شود جنگ در افغانستان کاهش پیدا کنه تا زمانی که کماکان در سنگرا بر علیه نیروهای امنیتی و دفاعی ما تورستا میتونه جنگ کنه با قاطعیت استادگی کنه و بالاخره به با این است که فشار هنوز هم لازم است فشارها باید مضاعف شود بیشتر شود هر زمانی که جنگ در اینجا در واقع متوقف میشه یا صلح حاکم میشه به این معنی است که فشارها نتیجه داده و تورستا دیگه عقبه نداره که اینا بالاخره در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کماکان به نبردشان ادامه دامد چرا رئیس در این نشست اشتراک نکرد چنانچه که سخنگوی ریاست جمهوری هم اشاره کردن شرایط بسیار حساس است انتخابات در پیش روی است مسائل و بحث های دیگه که وجود داره قرار شد که دو رهبر حکومت وحدت تلی مشوره کنه و اساس مشوره یکی از رهبرا در این نشست شرکت کنه که هم بالاخره مسائلی که در کشور ما جریان داره یکی از رهبرای حکومت در اینجا باشه و هم بحث مهمی که باید ما به نمایندگی افغانستان یکی از رهبرای ما سخنرانی کنه و یک تصویری روشن و تصویری فعلی افغانستان را ارائه کنه یم طبعا ضرورت بود که رئیس اجرایه به اونجا اشتراک کنه پس چه مشکل بین رئیس جای و و و و جمهور دیگر. معلومات،, معلومات که من دارم کدا مشکل وجود نداره بسیار تشکر آقای ناصری شما از این شخص چی نتیجه میگیرین یک نتیجه خوب بر وضعیت افغانستان وضعیت حساس افغانستان انتخابات هم پیش رو است امروز اتحادیه اروپا گفت که شاید ما نتانیم مسئله پولی مسئله بایومتریک آماده بکنیم یا ما توانایی نداریم در حالی که حکومت افغانستان کمیسیون انتخابات وعده دادن که ما از بایومتریک استفاده میکنیم و مسئله پول کمیسیون انتخابات سازمان اروپایی آماده میکنن پول میدن به برالش... تناقضاتی که در موضع گیری های همکاران بین المللی حکومت و نظام افغانستان به چشم می خوره. معلول یک پدیده است و عبارت عزیز که ما در درون کشور دارای مشکل هستیم اگر ما بیاییم کلا تمام به اسلام مسئولیت ها و حقب نشینی ها و به عبارت دیگر ناکارهای ها را نسبت بدیم به اونا که کاری نکردن هم زیاد حرف منطقی نخواهد <applause> <applause> ولی آقای میسم <محسن تصفيق> گفتن که هیچ مشکل وجود نداره ما ما میخوایم بله جناب آقای میسم ما احترام داریم ما نمیخوایم حرف ایشان را رد بکنیم ما ما گپ خود میزنیم به عنوان یک شهروند افغانستان خب در این مدتی که فرتان بوده حدی حکومت محترم وحدت ملی بوده که بعد از اخسی یعنی گرفتن امو حافظ قدرت در سال آیندهش انتخابات برگزار رو بکنه این تعهد بده دید. چرا به تاخیر افتاد کم شورای ملی رو بدنام ساخت و هم خلاف قانون اساسی ما آمدیم عمل کردیم در صورتی که قانونی اساسی اجازه نمیدهد یک دوره تقنینی و عبارت از پنج سال است سراحت ماده 83 قانون اساسی است که کار پلیس جرگه در اول سرطان سال پنجم به پایان نتایج انتخابات به پایان میرسه در صورتی که چی شد ما آمدیم شکست خوردیم در این زمین و تحقیق خود عمل کردن نتونستیم. چرا؟ این رو باید گفتی که باید اعتراف کرد بخاطر از اینکه تمام انرژی های موجود بالقوه و بالفعلش با کمال تأصف آمد جنگ بر سر قدرت به اینکه چی رقم تصاحب بکنی و زمین سازی بکنی برای آینده تیم خود این که قابل این کار نیست یک چیزی که باشکار عنوان مثال در شرایطی شرایط فعلی شی شما یک ائتلاف بزرگ به نام ائتلاف بزرگ نجات افغانستان ساختین شما ببینید اونجا کیا نشستن آیا شما در دنیا اطلاع دارین غیر از افغانستان غیر از افغانستان که کسی خودش هم در حکومت باشه و پاور حکومتی داشته باشه منصب حکومتی داشته باشه از بیت المال استفاده بکنه علی حکومت هم بیای موضوع بگیره اطلاف بسازه در کلام قاموسی فرهنگ و ادبیات سیاسی شما تلال این شفاف گفت این آشکاراترین دلیل بر اینه که ما ضعف داشتیم و چرا به اصلا انتخابات به اینجا کشیده شده و امروز در بخش اینمی که امروز میایه جامعه اروپایی رو ناامید میکنه در بخش به اصلاح ایجاد زمینه ناامیدی از اونا ما دست داریم خود حکومت دست داره ما نشستیم کنفرانس های مطبوعاتی انجام میدیم در هم در حکومت هستیم هم در شورای که به اصطلاح علی حکومت ما نمیگیم که اینا حق ندارن حق داره ولی مطابق با قانون اساسی ما یک سری الزامات نسبت به خود داشته باشیم میتون احزاب سیاسی محترم برای از حکومت بیا علیه حکومت موضع بگیرن یه خونه میشه که شب در حکومت باشه روز باز بیا علی حکومت اطراف انجام و ضررش به کی متوجه میشه خوب دقت بکنید این گپ شخصی نیست سرمایه های ملی ما برباد میره فرزندان از این سرزمین بی جهت قربانی میشه بی جهت از هر قوم تبار که هستن ولی باز ما آمدیم به همون خطی که نباید روان میشدیم روان هستیم با کمال تاسف این ضرر به ملت افغانستان نمیگم که خی... چون کلمه بسیار به اصطلاح چیز را با ادبیات خشن نمیخوایم که خدای نخواست سوی تعبیر به کسی نسبت را. ولی ایر باید قبول بکنیم که سران حکومت وحدت ملی در قبال تعهداتی که نسبت به مردم افغانستان سپرده بودن هر دو تا بخشش ناکام بوده و عمل نتانسته و از این کار ما به اینجا نشسته هم نتیجه نخورد. ختم. چرا به علت از اینکه شما می‌بینید امروز آقای ترام با مو پولی کم که ما پول کذاب کم میده که همیشه ما به اصلاح هر کسی آمده به نوبه خود خو مدداهی میکنه و همینطوری تشکر میکنه که در یک بخش تشکر تشکرم شاید داشته باشن اما اما ونما آقای ترام که در صحنه بین المللی می کرد که ما از افغانستان حمایت کردیم ما نظام به وجود آوردیم امروز با کمال تاسف کوچکترین اشاره به شما نمیکنه او دلیل بر چیست او دلیل بر اینه که اینا ناامید شده نتانستن جدا و زمینه اصلاح و ریفورم و برگشت هم نسبت به پاورهای داخل حکومت و نظام باقی نمانده چرا به علت وقت به پایان رسید به نخوا امور که اعتراف و صورت گرفته که ما احترام به تمام احزاب که در اونجا جمع شده قطعا داریم از لحاظ اخلاقی از لحاظ پرینسیپی انسانی بله. از لحاظ قانونی اساسی و اینا ما احترام داریم اما دردش کی می‌کشه شما ببینید آمار را که وزیر دفاعیتان گفت آیا تکان دهنده نیست؟ بله بیش از بیش از 500 نفر کشته و بیش از اگر افسد نفر زخمی. اگر ما تکان نخوریم و اگر درد را احساس نکنیم در حقیقت ما آدمای بی غیرت و بی عز قایم. بسیار تشکر. و کسانی به اسلام ملی ملی نداشته باشند و مسلمه که دیگه باز اجل ده انسانیت خارج شد. بله خب تعداد کسایی که در می نجات هستند آیا شعوری ملی ندارن باورتان است یا نیست؟ ببین ما نمیگیم این تکان دهنده است ما میگم که ما میگم که اگر ما درد اینجا احساس نکنیم خا را فرق نه میکنه حامید محمّد یا مې ناصري اگر ماي درد احساس نکړم در حقیقت شعور ملي نه خایم تاسو احساس ملي نه ممنون آقا ناصري ما مې خوښم یو راي مختلف از آقا آزاد بشنوم چې خاغلي آزاد سپ پدې وضعیت سره کړه کې چن وضعیت سره مخامخ یو ټاکنه دي و امنیتي وضعیت خنه ده پڼړې و اړخه مونږ خران نه لرو سکول پکار دي آیت تاسو کوم د حالاره پکې ګوري حال دا چې پدې مهیز کې مونږ د حالاره ورا ندس نه شو کاوي خو ادله قلب بیان کوي شه په لشه تک <applause> چې به دیمې سکې مرشد هلالرنه و ورندس کاولای اما د ټولو هوادون هغه هوادون شي وس په تنړې پړي ورو بار خ باندې په وچه په لاند او په هوا باندې حاکم دي هغه هوادون تردا کې شي پړاوس ختیر سوي داسي بد پړاوس ختیر سوي د لکه مش چې بوسې پکره تر ټولو مهم رول ملاترو بوللی شي تر ټولو مهم رول دیوځه فایل کوي لای ځای شروع کوي حمدغه ټاکنې دا وشه مخکې لرو د ولشی جګړي ټاکنو کې ملي ډیرو لوبولای شي کای چې سیاستونو ته پرځه البته ناصری صاحب خو ولا چ حزب زه احزاب هم د تنه وایم زه که چې د یو سیاسي حزب یو پرنسيپلری سیاسي فرهنګي وی سیاسي تمدن وی سیاسي قوانینو له مراد کیږي هغه څوک چې تا ته تا, تا وایي دیموکراسي ناری وایي ستاس دیموکراسي غواړي یعنی د حکومت څخه هغه خپل دیموکراسي نه تمثيل کوي څنګه نه تمثيل کوي چې دا ټول احزاب تنزيمونه تنزيمونه کالا کالا دا ټول تنظیمونه ځات تنظیمونه دي ته وایم په نړۍ کې به ونی ونی چې یو اغه پولیټیکل پارټي یا سیاسي حزب هغه د لاس کاله شال کاله دي شلوه شکاله یو مشرول یو رهبر ولدي کله چې بده کی دیموکراسي نهسته کله چې بده کی کلني انتخاباته نهسته دایبسته ده لپاره چې کله چې د میاشت دوه میاشت مخکې یو د بل پوڑاندې هغه د سیاسي فرهنګ او سیاسي تمدن نولیدلې الفاظ یو د بل پوڑاندې کاروي هغه بیا وایي بلوز وایي چې موږ دې وټکټ څخ برادو دا په دې معنی چې مسائل د دوی د فارمیلین دي ارزښتونه د دوی د فارمیلین دي شخصي منفياتون دي دا هغه وخت دی چې ملت ولاس خپل تصمیم و دي چې د شاک او شباتوي چې په دغه په دغه راتونکي ښکته کوي چې اندارنګه د جمهورري راڅرګندونکي به د ملت راي تصمیم نیون کېني اما د هڅه باید وشي چې سلفي ساده تصمیم د ملت په لاس کې نه وو هدي اقا لسهل دی په ساده تصمیم خوبوي دې څه نه دا شخاله غو په راشي چې دای راي ورکړي نور په مامورو هم راغلي وي په همدې ولسیږګه کې دا نه ناصری صاحب دغه دومره کې اتکا له کیږي ډېر کمای استنادره شوه خلوالته بيخي وړو کې استناد خو په همدې راتلونکي ولسیږګه کې 150% حق کسانوي چې هم ظرفیت ولري هم تا حد ولري او هم برشتین ولې ولري په دې خاور مې نه هدا حق لري نو څه ولسیږي اوس ما کسان ولاړ چې ډېر پیسې لري خپل اترای زیم په پیسې یو برخه به ولاري راشي یا په پايسوراسي عامه سياسي ماملااتو راشي اما د ملت راي هم ډير مهم رول لري هم دغه وخت چې د خپل رول ولوبيده د ټولو مهم برخه هم دغه د حل لارې هم ده دا کومه وي چې سياسيون دي سرکښيني او مسلطاسو مخکې د مې څومره ځکه پرسته نوکړي اجریا ساتو د جمهوريتي اساس ترمنځ خوستونه بي دا په څولو کليکستون زي وي هم ستونځنه هم به په واره واره وې څو چې باید سرکښيني تفاهم ترسره شي وځای اختلاف جوړ شوی د حکومت سره باید کښيني تفاهم ترسره شي دا خبرې بي خيزه رسوي دا خلک هیڅ کله تفاهم نه سره سيږي د دې شخصي ګټې دي کله چې یو چا څلورش کال یې واځ د دې لپاره جنګ کړي چې قدرت ته ورسيږي هغه به کم د تفاهم دلاري یو د حالات ورسيږي نو ټول مهم هم دا ده چې هغه کسان په ټولو سیاسي ساختارو کې په ټول هغه قوه او کېږي خلکو د رائے د لارجې کې هغه ولشي د انتخاباتي کې هغه ولې شوړه انتخاباتي انتخابات کې هغه راته کوم چې جمهوریت سات انتخاباتي خلک باید خ په لونده ولووبوي او هدا یاقل اغه وجدانۍ ملي او اغه الاهي واجبات ده اغه دې باید په سم ځای ا د ګیا تا کولی شي چې په نړیوال سټیج باندې په بہترین لو بيو کې په بہترین ډیپلوماسي ولري او بیا د د شيال سره د شيال په شبو وشلږي او خبري وکړه ډیره مننه خلک راغلی بسیار تشکر جناب ناصری صاحب شما هم تشکر ما سپ صاحب کې دری باز به مشارک کردین او بحث وکړین ګرندهای عزیز برنامه همینقدر بوت ته د می دیګر شما را به خدای کریم رحیم مسپورم الیا یارمندګارته